شام روز گذشته در اینجا در سرک دارلمان شهر کابل موتر حامل کارمندان کابورا پرودکشن که مربوط به تلویزیون طلوع می شود هدف حمله انتحاری قرار گرفت، که در این حمله 7 تن از کارمندان کابورا پرودکشن کشته و بیش از 20 تن دیگرشان زخم برداشتند. این حمله با واکنش تند مقامات دولتی و باشندگان کشور همراه شده است. به هنجره بزرگترین ارزش و دستاورد افغانستان صدمه زدند. حمله انتحاری شامگاه روز چهارشنبه بالای موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع، جامعه رسانه‌ای و ده‌ها خانواده را به خاک ماتم نشاند. حمله ای که در آن 7 سنگردار آزادی بیان برای همیش چشم بستند و بیش از 20 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. اینجا ماتم سراست، غم می سرایند، مدام فریاد می زنند، اشک می ریزند و در فراق جواد حسینی یک تن از کشته شدگان رویداد چادر سوگ هموار کردند. پادشاهی که دردید نداشته شد از ملت خمود به دردی کس که نخرید چیز دیادی از بر کنه. خوش داشت کن جواد جانم در لباس داماتی میبینو خونه شد، البت قسمت نبود. تمام خوشبختی شمیسته که نشه هیچ شد در آی خدا دیگه ازی بیشتر دیگه چی بگوی. در چشمان خواهر کوچک این سنگردار پیشیده در پارچه سفید که خود افسر ارتش افغانستان است اشک خشکیده شده، ولی باز هم میگوید مستحکمتر و قویتر در میدان نبرد با هراس افغانان پا میگذارد و بهای قطره قطره خون برادرش را میگیرد. من هم من هست یک خواهر انتقام خون برادر من میگیرم، هم من هست یک افسر ارتش و به خدا قسم است تا انتقام خون برادر من و صدها مثل برادر من، صدها افسر ارتش، افسر و سرباز و بریدمل ارتش که ارتش، سر پلیس، امنیت که شهید میشن، تا انتقام تک تکشان و انتقام خون محمد جواد برادر خود من نگرفتیم از پای نمیشینم. آخرین دیدار در اینجا، پیکر آلوده در خون سنگرداران آزادی بیان به شمول دو بانو مهری عزیزی و مریم ابراهیمی زیر خاک می شوند. خود نصارا دسترسی پیدا کنند، آدرسشان مشخص است، جایشان مشخص است، چرا وجه نمیرن؟ فقط میگم که مزدور هستین، خائن هستین و تاریخ هیچ وقت شما را فراموش نمیکنه. هر کاری که بکنین رویتان سیاه است. این سوتر در درمانگاه امرجنسی کابل زخمی های رویداد روز چهارشنبه زیر درمانند، ولی وضعیت صحیشان خوب گزارش شده و مقام های دولتی به شمول رئیس اجراییه حال و احوال اینان را جویا شدند. سرجلا ما بودم و حکیم فیصل شیشت حسین دفعه شریف پالیم شیشت رو خیر ما امشب کتان شوقی برچی میرم که هر دفعه اونو تو گرشت. آزادی بیان دستاورد مردم افغانستان است و حکومت‌های افغانستان هم در این راستا پالیسی داشتن و سیاستشان حمایت از آزادی بیان بوده و در این راستا مردم افغانستان قربانی دادن و با ترور و با وحشت اگر کسی خواسته باشه که صدای مردم خاموش بسازه. منکر آیین اسلامی شدی می روی سوی جهالت باخ. این حمله واکنش های متفاوت را نیز به همراه داشته است. رهبری مکتبخانه شهید احمد شاه مسعود این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده هشدار می دهد مخالفان با این حملاتشان هیچگاه نمی توانند جلو فعالیت رسانه ها را بگیرند. در بخشی از اعلامیه مکتبخانه شهید مسعود آمده است در حالی که تروریستان مردم مظلوم و بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهند، مکتبخانه شهید احمد شاه مسعود چنان که در سنگر قلم رزمیدن اگر دولت اجازه بدهد حاضر است در هر نقطه کشور با دشمنان دین، آزادی و جهاد رودرو به مبارزه می‌پردازند. مخالفان و تروریستان باید بدانند بر علاوه آن که این اعمال وحشیانه شان هیچگاه نمیتواند جلو فعالیت رسانه ها در افغانستان را بگیرند، بلکه باعث وحشت بیشتر اهل قلم و ملت عزیزمان در برابر این گروهک های هراس افغان خواهد شد. و اما اهل رسانه ها با این رویکرد هراس افغانان بیشتر از پیش دنبال برخ کشیدن حقیقت ها، جنایت ها و رسیدن به آزادی آستین بالا زده اند.
پای ازیر هم داشتیم که بالای رسانه ها حمله شود، چون طالبا و تروریست ها و راسفگن ها از وحشی تر از چیزی است که بشریت فکر میکنه، دشمن بشریت، دشمن رسانه، دشمن آزادی بیان. و امروز حمله بالای تلویزیون طلوع و کارمندان کابرا پردکشن واقعا حراس در دل هر خبرنگار در افغانستان پیدا کرده. رویدادهای اینچنینی بدون شک تاثیرات منفی خود را روی کار خبررسانی داره، ولی بدون شک رسالت یک خبرنگار بهش اجازه نمیده که با تهدیدهای اینچنینی امو هدف و یا آرمانی را که داره او را به زمین بگذاره و راهش را ادامه نده. من دردی داشتم که همه شما داشتین، همه ما داشتیم از دیروز، از حادثه انفجار دیروز و از شهادت جوانکای ما که در خدمت مطبوعات و آزادی مطبوعات بودن، از شرکت موجی گروپ، از تلویزیون طلوع که ما به نام تلویزیون طلوع میشناسیم، 7 نفر شهید شدن، بسیاری های دیگه زخمی شدن. خداوند جنت ها نصیبشان کنه و فامیل هایشان صبر جمیل بده. کاربران صفحه اجتماعی یا فیسبوک نیز بیشتر از همه واکنش های جدی داشته و این را بیان داشتند که آزادی بیان هیچگاه قربانی حملات حراس افغانی نخواهد شد. کاربران صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک با این شعار خبرنگاری جرم نیست، حمایتشان را از رسانه ها و آزادی بیان اعلام کردند. آنان هشدار می‌دهند که هیچگاه آزادی بیان زیر بار تهدید حملات حراس افغانی گروه‌های تروریستی نخواهد رفت و به حقیقت گوییشان در هر شرایط دشوار ادامه خواهند داد. تنها انتقادشان از حکومت وحدت ملی است که از رسانه‌ها به گونه جدی حمایت و پشتیبانی نکرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر، سفارت امریکا در کابل، دیدبان شفافیت و برخی نهادهای دیگر ضمن تقبیح این حمله از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان خواستند تا به حملات عمدی خود به غیر نظامیان به سرعت پایان دهند. آزادی بیان یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت افغانستان ظرف 14 سال گذشته می باشد. اما در این اواخر تهدیدهای متوجه آزادی بیان و رسانه ها از طرف گروه های حراس افغان بوده است. حمله بالای کارمندان تلویزیون طلوع یکی از نمونه های آنها بوده است. حالا دیده شود که حکومت وحدت ملی چی راهکار را برای حفظ آزادی بیان و حفظ رسانه ها روی دست خواهد گرفت. اجمل هاشمی، نورین، شفاخانه امرجنسی، کابل.